منیر که رفتی و چنین روزی رو ندیدی. چیه رضا زانوی غم بغل گرفتی؟ بازنشسته شدی؟ مرض لاعلاج که نگرفتی؟ نه منیر، اینجا دیگه آخر خطه. بره از بازنشستگی شروع میشه. بیکاری، پیری و غزل خداحافظی. منیر، دارم میام پیشه، منتظرم. با تازه بازنشست شدی؟ از کجا فهمیدی؟ از اشتباهی چه کردی؟ بعد از بازنشستگی بیکاری و پیری، ولی قبل از خداحافظی دیوانگیه، دیوانگی. خب مگه بازنشست بشی که یاد رفقای قدیمت بیفتی؟ اگه قرار فراموشت کنم از امروز به بعده، چون تا دیروز هر دقیقه و هر ساعتی که توی دار از جلو اتاقت رد می شدم یادت بودم. خب حالا چه کار میکنی؟ وقت میگذرونیم تا موقعش برسه. موقعش برسه؟ موقع چی؟ آخر خط. آخر خط یعنی اینقدر سخته؟ برای من که هست، سخت‌تر از بازنشستگی تنهایی و بیکاریه که داره عذابم میده. خوشبختانه از اون خدا بیامرز دو تا یادگاری برای تو مونده. بگذاریم چایی تو بخور سرد نشه. میگم اگه شب میمونی یه چیزی درست کنم. نه باید برم، بچه ها منتظرن. از مدنی چه خبر؟ مدنی چی؟ ها؟ نکنه بازم بردنش آسایشگاه سالمندان؟ نه، اما حالش اصلا خوب نیست، وضع خوبی نداره. Thank you.
فهد سوهید از قرار امشب شام خبری نیست. چی شد؟ سر به پرفیوزو بزن. آقا جون. آقا جون چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ نمیدونم. الان آبقن درست میکنم. آقا جون چرا انقدر شما دل نازک شدین آخه؟ بجام سحر بجام. نفس عمیق بکشید، نفس بکشید. بیا دیگه. بخورید. الان خوب میشین. یه ذره دیگه بخورید. آخه این کارا چه معنی میده بچه ها؟ مثلا میخواستیم اولین روز بازنشستگی تو رو جشن بگیریم. البته بهتره بگیم اولین روز باز ایستادگی تو نه. آخه آقا جون از این به بعد دیگه قرار نیست پشت میز بشینه. نه 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 بذاری بعد نه حالتون هنوز خوب نشده. میخوای اینو در بیارم؟ خب اینم یه کیک خوشمزه برای بابای خوشگل خودم. چه کرده؟ مگه تولده؟ حالا شما فوت کنی؟ چونه نزنید آقا جون، فوت کنی. مبارکه. خب حالا باید محاکمه بشین. محاکمه؟ بله بله. محاکمه برای چی؟ برای اینکه 30 سال تموم شما هر روز ساعت 5 بعد از ظهر میمنین خونه، ولی امروز که روز اول بازنشستگیتونه ساعت 9 شب تشریفتون آوردی. بفرمایید که بعد از این قراره با دوستاتون برین خوشگذرونی و... نه بابا نه، چه خوشگذرونی؟ ما پیر پاتالا دیگه با آخر خط رسیدیم. او به آقا جون من نگیم پیر پاتالا. کجا؟ خستم میخوام برم بخوابم. آقا جون بابا میخوایم این کیک رو ببریم بخوریمش دیگه. کلی براتون تدارک. بله باشه یه وقت دیگه. آقا جون منیر می ترسم. ترس برادر مرگ. از چی می ترسی؟ از آینده. من نمی خوام مثل دوستان بشم منیر. احمدی یادته؟ یادته که چقدر سر حال و قبراق بود؟ قبراق از وقتی که بازنشسته شده و زنش مرده توی اتاق تنها و بی کس نشسته. اونم از مدنی. احتمالاً عاقبت منم همینه. با
شناختی که من از تو دارم تو یه جا آروم میشی. مطمئنم یه چیزایی تو سرت میذاری. سلام. حال شما چطوره؟ به به. پدر بازنشسته چطوره؟ پدر بازنشسته هنوز خوابه. از خوابیده. خب اگه اجازه بفرمایید من مرخص میشم. دیگه داری میری؟ خب بله دیگه. خب پس اجازه بدید منم کمک کنم. خیلی ممنون. متشکرم. تشکر. خداحافظ. سلام خانم لشگری. سلام دکتر. خسته نباشید. کمکتون کنم من؟ نه خیلی ممنون. دیگه تموم شد. بچه‌ها بیشترشو بردن. جناب آقا درخشان، ظهر شد. نمی‌خواید از خواب بلند شین؟ آقا جون، آقای لشکری ندارم میرم، بلند شین دیگه. کی اول صبح خونه رو گذاشتی رو سرت؟ روز اول بازنشستگی، غر زدن، تنبلی، خوابیدن ممنون. در ضمن از فردا هم خرید خونه به عهده شماست. چیه؟ تو فکری؟ دیشب اصلا نخوابیدم. معلومه. دلم به لشکری خوش بود. اونم داره که میره. عوضش دو طبقه از خونه خالی میشه. منظورت چیه؟ بله؟ بله آقای لشکری. بله چشم. آقا جون، آقای لشکری میگن آره. مرد حسابی، چرا منو صدا نکردی؟ قصد مزاحمت نداشتم. خلاصه توی مدت 10 سالی که ما رو تحمل کردی ازت خیلی ممنونم. انشالله که بتونم جبرانش کنم. حالش هم میگم، شما خودتون دلتون خواست برید و الا ما که دلمون براتون تنگ میشه. قربونت برم، تو اینقدر بهم کمک کردی من تا آخر عمر شرمنده محبت های تو هست. این حرفا چیه که میزنی آقای لشکری؟ جناب آقای درخشان، سلام علیکم. خیلی زحمت دادید. بفرمایید این کلید طبقه دوم. دستش. اینم کارگاه. با اجازهتون. خواهش. خب دیگه با اجازه. قربون شما. خیر پیش. یا علی. یا علی. قربانت برم. خدا حافظ. به امان خدا. Thank you.
جم اصری برو دم بونگای آقا حشمت بگو برای این دو طبقه پایین مشتری بیاره. بهتر زیاد عجله نکنیم. چیه سحر خانم؟ بازم فکری تو کلته؟ والا خودم هم هنوز نمیدونم، ولی من فکر میکنم که اگه آقای لشکری میتونه از این خونه پول در میاره چرا ما نتونیم؟ راست میگه آقا جون، به نظر من اون پایین جون میده واسه یه کلاس بازیگری. مکبس، شاهلیر، هملت، آخ 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 آخ، بودن یا نبودن مسئله این است. فعلا مسئله چیز دیگه است. چه چیزی؟ مسئله اشتغال به کار جناب آقای رضا درخشان و سهیل خانه که از این فکرای بیهوده بازیگری سینما تئاتر بیان بیرون. هر دوتون از این فکرها بیاد بیرون. ما که کاسب نیستیم. کاسبی فوت و فن میخواد. از همه مهمتر پول میخواد، سرمایه میخواد. ولی آقا جون خیلی کار است که با این سرمایه کم را میفته. مثلا کافینت. من مخالفم. دردسر داره آقا جون. پیشنهاد من یه صوتی تصویری اساسیه به علاوه کرایه دادن فیلم‌های ویدیو یا سی‌دی. نه، اجاره دادن به خانواده‌ای مثل لشکری اینا، همینو بس. سالن ورزشی آقایون. نه. آرایشگاه مردونه. نه. علت مخالفت من معلومه. سهیل خجالت بکش. چیزی نگفتم. اصلا حالا که دلتون میخواد اینجا رو میکنم کلامتری تا به دعوای شما دوتا برسه. چاپخونه. نه. بوتیک. نه. کلاس کنکور. نه. بابا لااقل بزنیم برم به تلفن جواب بدم. نه. خودم میرم به تلفن جواب میدم. بله. الو سلام عمه جون، حال شما چطوره؟ بله حسن آقا جون. آقا جون الان میان. آقا جون ایوا عمه جون همین الان اینجا بودا، نمیدونم چرا فکر کنم رفته بگیری بخوابه. بله سو اومدن اساسش رو بردن. نه 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 نبردن. هستش یعنی میدونین نصفش هست نصفش رو بردن. الو چرا بهش گفتی؟ خب بالاخره میفهمید دیگه. خدا رحمتمون کنه. میگم اینم کاسبه بدی نیست آقا جون. از این بعد بذارین خودم به تلفن رو جواب بدم. نه. خب من چه میدونستم؟ شاید هم میدونستی. شاید هم حسودیت میشه. نه. همان از دست دعوای اینا دو نفر. چیکار کنم؟ باید کلانتری رو باز کرد. بله. سهیل جان خودتو باباتو سحر بدو این بیان کمک. چشم. چه خبر شده؟ بفرمایید. یه بارم من بدبخت گوشی رو برداشتم. چه خبر شده؟ حرف بزن. عمه خانوم با یه کامیون اساس. ای داد و بیداد. میدونستم. سلام عمه جون. سلام فروخ. سلام سوهی جان، حالت چطوره؟ ممنون. چرا وایستادین دارین منو نگاه میکنی؟ بجنبین دیگه، شب شد. فکر خودتون رو نمیکنی، فکر اساس منو بکنی. زود باشی. مواظب باشی. بدی من ببرم. نه اینا میشکنه. حیفه. تو بیبرون کناب پره ببرم.
خوابه. نداره مواظبش باش. زود باش. کش کش رو نرو. چه خبری؟ مگه چقدر سنگینه؟ نگاه کوه داره میبره. میخوای بگم پنج نفر دیگه بیان کمکت؟ خیلی خوشحالم. مواظب باش. دوتاش خونه چقدر پله داره. مواظب باش یه وقت نخنما نشه. بابا بس که خاک خورده زیر خاکی شده. فرش ماشینی سوهی جا خسته نباش نمیه. نمیخوای کمکی کنم فرشو بگیرم؟ نه فارغ نکنی ها. نه مواظب باش یه وقت نزنی به در دیوار خراب شه. کلی پولشه. بابا حاسبش رو بار ببره. جمعونم جمعونه صابر. حالا بروی بس هشت نو ده یازده دوازده. اینم دوازده تومن کم خانم. 15 تومن تیک کرده بود. ای آقا واسه همین یه تلک بلک اساس همینم زیاده. برو خدا رو شکر کن. آخیش مردیم از خوشی. خوب ای چرا نشستی؟ خب برنامه‌تون چیه؟ راجع به چی؟ کارگاه دیگه. هیچی؟ یعنی چی هیچی؟ یعنی شما هیچ نظری ندارین؟ هیچ برنامه‌ای ندارین؟ چرا؟ البته فکر کردیم ولی هنوز به نتیجه نرسیدیم. خوبه. خب فکراتونو بگی. آموزشگاه تئاتر. از همینایی که هی میدونین بر اون ور جیغ میکشن؟ نه 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 نه. خب تو بگو. کافینت. چینت؟ کافینت یعنی تلفن با اینترنت. آها ها همین مغازه هایی که تازه باز شده میری تو میگی الو دو ساعت بعد از اون ور یکی میگه بفرمایین. نه نه. خب شما بفرمایین. میدونی خواهر فروغ من با همه این چیزها مخالفم. من معتقدم که خونه رو بدیم اجاره. واقعا که شرم‌آوره. سر ما یه پولی بگیری. از بچگی هم کارمند مسلک بودی. کارگاه به این خوبی رو از دست بدین؟ چند سال این لشکری اینجا زندگی کرد تونست با پولش خونه بخره. اون وقت تو چی با اجارش چه کردی؟ تونستی حتی یک متر به این خونه اضافه کنی؟ این روزا نون توی خورد و خوراکه. من پیشنهاد میکنم که پایین رو تبدیل به یک رستوران بکنی. رستوران؟ اما اون پایین الان جواز تولیدی پوشاک داره. دوندگی های اداریش با من. شما کارتون رو شروع کنی. اول باید جواز گرفت بعد کار کرد. دیر میشه. جوازش با من. ولی خواهر فروغ شما یه طوری صحبت میکنید مثل اینکه رستوران داری کار آسونیه. من خیلی فکر کردم. ما میتونیم با یک تقسیم کار درست هر کدوم یه وظیفه رو به عهده بگیریم و کار رو به نحو احسن انجام بدیم. مثلا تو میتونی خرید مایحتاج روزانه یه رستوران رو به عهده بگیری و تو میتونی توی تزئینات و دکوراسیون رستوران به ما کمک بکنی و بعضی روزام با دستپخت خوبت برای پختن بعضی غذاهای رستوران به ما کمک بکنی. والا دستپخت من خوشت جان. ولی عمه جون شما که میدونی من کلاس دارم خیلی روزا. من نگفتم تو هر روز غذا درست بکنی. ما یک سراشپز استخدام میکنی و تو میتونی پشت دخل بشینی و آخر هر هفته به حساب کتابا رسیدگی کنی. من فکر میکنم از پس خرید روزانه بر بیام. خوبه. البته میتونم با اینترنت هم مشتری جلب کنم. نه نمی کنم. چشم. خوره. شما همه این حرفا رو زدید ولی فکر نمی کنید رستوران داری احتیاج به پول داره؟
عجولی برادر من، عجولی دیگه، نمیذاری من حرفم تموم بشه. خودت که میدونی رحیمی خدا بیامرز برای من یه پول و پلهی به جا گذاشته. بخشی از هزینه رستوران رو من تامین میکنم، بخش دیگه‌شم بابت رهن طبقه پایین به شما میسپرم. چطوره ها؟ قبوله؟ مبارکه. خب بعد از این همه کار نون پنیر باید بخوریم؟ بخور عمه جون، بخور، ناشکری نکن. یه تیکه نونم بده من. چشم، بفرمی. دست شما درد نکنه. بشین، بشین، خودم برمیدارم. لازم نکرده آقا جون. ترجیح میدم خودم گوشی رو بردارم، پولام هم تو کیفم باقی بمونه. ماجرا چیه؟ هیچی، یه شوخی بین من آقا جونم. هی ناقلا، تیغی زدی تا بگی خوابه. آره نه بابا، همه جون این حرفا چیه؟ من اصلا این کارا بلد نیستم که. باش طوری شده آقا جون؟ آره مدنی. چی شده؟ مدنی چی؟ بچه هاش میخوان بفرستنش آسایشگاه سالمندان. آدمی که یه عمر کار کرده، همه یه شر و شورشی به پای بچه هاش ریخت، بعد از مرگ زنش ازدواج نکرد، حالا همون بچه ها میخوان بفرستنش آسایشگاه سالمندان. که چی؟ عروس خانم خوشش نمیاد، خسته است، نمیتونه تر خوشش. باید بهش کمک کنم. میگم بیا و یه تعویض روغنی بزن. ما رو بگو با کی داریم مشورت؟ ده تو اشکالت همینه، باید با یکی مشورت کنی که دستش تو کار باشه، نه من که یه اون پشت میز بودم و سرم تو حساب کتاب. آخه بابا فقط نظرتو بگو، مخالف یا موافق. حالا به نظر من بدش اجاره، ماهی 2010 اجارهشو بگیر، خرج کن، باش حال کن. تو هم که مثل من فکر میکنی احمدی. اگر خواهرم بفهمه کی که بزرگت گوشته، مخالف سرسخت افکار کارمندیه. هنوزم حرف حرف خودشه نه؟ بدترم شده. چه کارش کنم؟ خواهر کوچیکمه، ولی خیلی ازش میترسم. این خاصیت توه، از منیر خدا بیامرزم خیلی میترسیدی. 100 دفعه بهت گفتم این خواهرتو شوهر بده، خیال خودتو راحت کن. آخه مرد حسابی، مگر اختیار اون دست منه؟
ولی میخوام یه پیشنهاد بهت بدم. نه، امکان نداره قبول کنم. چی رو؟ ازدواجو با خواهر تو. خونش. حالا از شوخی گذشته، بگو ببینیم پیشنهادت چیه؟ پیشنهادم اینه که مدنی رو بیاری پلو خودت، هم تو یه کمک خرجی پیدا میکنی، همینم اون تنها نیست. نه. نه؟ چرا نه؟ میترسم فکر کنم به خاطر پولش این کارو کردم. آخه مرد حسابی، پسرش داره میبرتش آساشگاه سالمندان، ها؟ برای اون چه فرقی میکنه اونجا باشه یا پلو تو؟ باید در موردش فکر کنم. خب فکر کن تا فردا وقت داری و ایلا دیر میشه ها. سلام سلام بر همگی. سلام همه جون. مثل که امروز خیلی سرحالی نا. من که هر روز سرحالم، ولی خب در مورد امروز یک کمی حق با توه. از خبرهاییه؟ چه خبری خوشحال کننده تر از این که رستورانمون داره باز میشه؟ ولی ما هنوز جواز نگرفتیم. برادر من که گفتم جواز اینجا با من. خواهر من نگرانم، نگران. قبول کن که ما عجله کردیم، ما باید اول جواز میگرفتیم بعد این همه خرج میکردیم. آقا جون من نگران نباش، جواز اینجا با من. ببخشید ها، شما همش میگید اون با من اون با من، ولی یه قدم برای جواز گرفتن بر نداشتید. بی خودی شلوغش نکن ببینم. سحر جون، برای یه طرح تبلیغاتی رستوران چه کردی تو؟ مگه ما میتونیم تبلیغاتو شروع کنیم آقا جون؟ والا من چه میدونم، هرچی عمتون میگه. خب دیگه حاضر شد. ببینی اینا چیه؟ میبینی که طرح کاملا گویا و واضحه. نه بابا راست میگه دیگه، من قشنگ فهمیدم. ببینید این فکر کنم یه زندانی ابده که از زندان فرار کرده، خودش رسونده به یه رستوران پیزوری، اونم توی جاده فرید، داره دلی از عزا در میاره. درسته؟ اینم یه کشتیه که داره غرق میشه. آقا جون اینو عوضی گرفتی. ببخشید. آها، پس این یه مؤسسه خیریه است که به فقیر فقرا نون خشک میده. اینم یه خانم با کلاسه که داره سوپ فرانسوی رو با فنجون هورت میکشه. طرح تبلیغاتی باید پیام داشته باشه، باید اطلاع رسونی کنه. اونی که آقا سهیل گرفته بود تو دستش، در واقع میخواست بگه که رستوران ما غذای مناسبی برای سالمندان داره. بله. این کشتی غرق شده یه مؤسسه خیریه هم میخواد بگه که رستوران ما فضای کافی برای جشن و مهمونی ها داره. در ضمن بچه ها هم از غذاهای ما خوششون میاد. اون خانمی هم که فکر کردین سوپ فرانسوی داره هورت میکشه، داره قهوه میخوره. که من میخواستم بگم رستوران ما به جز غذا دسر و پیش غذا هم داره. چه بی جنبه، ما داشتیم باهاش شوخی میکردیم. خانم قهوهش ریخت. اب نداره بابا، رفت استراحت کنه، چیزی نیست، میاد. من باهاش حرف میزنم. کم آخه نگاه کن داره قهوه میخوره. آخه این داره قهوه اصلا کجا برم؟ بفرمایید. ف
فکر نمی کردم از شوخی ما ناراحت بشی. شوخی؟ خب معلومه، طبق معمول داداشت به تو شوخی کرد. اشکال کار ما این بود که شوخی های او رو دنبال کردیم و تو رو رنجوندیم. قشنگه. واقعا قشنگه؟ طرحات عالی بود. جدن؟ سعی میکنم یه جاهایی از اونا استفاده کنم. گلدان ها، فنجان ها، نمکدان ها، ظروف آشپزخانه، صندلی جهت پیشخوان جلوده، جنت، سجوف، زمین یک جین. احبه بابا، دست مریضا، دست مریضا. اگر سفارش غذا بدید ممکنه هفته دیگه بتونید بخورید. من فکر میکردم فقط حساب کتاب کردم بلدی. پیره من، آخر عمری آشپزم شدی. ای کاش که این کارم بلد بودم. بیا بشین. نه پیره من، من هنوز کارم حساب کتابه. بشین. قراره اینجا بشم صندوق دار. جوان ها خودشون رستورانو میچرخون. خب به سلامتی، به سلامتی. خب فکراتو کردی؟ جواب مجبورم با پیشنهادت موافقت کنم. آفرین، بارکلا. بح خوشم باشه. این همه کار رو دستمون مونده، اون وقت آقا هی میگه آفرین آفرین. سلام خانم. سلام، ببخشین اصلا حواسم به شما نبود. چی شده؟ چی شده؟ این رستوران احتیاج به یک آشپز داره آقا. خب من که آشپزی بلد نیستم. احمدی تو بلدی؟ بله، در خدمتگذاری هم حاضرم. راست میگی؟ شما آشپزی بلدی؟ بله، اصلا احمدی آشپز به دنیا اومده. دو تا تخمق بهش بدی 40 نوع غذا درست میکنه. حیف که از من بزرگتری، اگر نمیفرستادمت استراحت. خواهرت هیچ فرقی نکرده، خیلی وقت بود ندیده بودمش. ببین من میرم با پسر مدنی صحبت میکنم. اگر موافق بود همین هفته کارو انجام میدیم. باش، منم دیگه برم. اگه یه دفعه دیگه گیر این خواهرت بیفتم تیکه بزرگم گوشمه. خداحافظ. آقای اهل منزل کجایین؟ سلام. سلام. چاپ شد؟ آره. گوش کن. بخونش ببینم. آگهی استخدام. دیرین رین. رستورانی شیک با فضای مناسب و محیطی کاملا خانوادگی به سرآشپزی ماهر نیاز دارد. زمان تماس شنبه تا سه شنبه همین هفته به صورت شبانه روزی. مهمه. آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان است. چطوره؟ افتضاحه. چرا؟ اشکالش چیه؟ یعنی چه رستورانی شیک در فضای مناسب و کاملا خانوادگی؟ مگه سرآشپزه قراره بیاد اینجا با خانوادش غذا بخوره؟ تازه برای اونی که قراره بیاد اینجا غذا بپزه چه فرقی میکنه که رستوران ما تو چه منطقه و چه خیابونی باشه؟ عزیز من، اینا اطلاعاتیه که آدما رو وادار میکنه از اول بدونن با کی طرفن. حالا چرا نوشتی شبانه روزی؟ میخواستم کلاس رستورانو ببرم بالا. اینطوری همه فکر میکنن ما اینجا 3-4 شیفت منشی داریم که فقط به تلفنامون جواب میده. اروای کی؟ اروای این خواهرت با این آگهی دادنت. حالا صبر کن، شب تا صبح باید بشینی جواب تلفن بدی. بهت میگم. آخه کی نصف شب زنگ میزنه برای استخدام تو؟ نه 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 سهیل، به چپ به چپ به چپ. نه بابا جان، سهیل جان ببرش بالاتر. نه آفرین آفرین بابا. خوبه. نه خوبه. سهیل جان
یه خورده چپ، یه خورده چپ. سایه جان بالا، بالا. بالا بابا این بالا نمیره، جا نداره بالا. ببین تو که جای منو نسادی که دیدی که من دارم شما رو نمیره. بذار ببین آقا جون چی میگن. آقا جون راست. کج کله بشه از کله نمیخواد بشه. یه خورده من تو خاطر یه بار حرکت. آقا جون میگه همینوری همینوری. شما برو استراحت کن ببین. سلام علیکم. بله خودم هستم. از اماکن مزم میشم. بله فرمایش. گویا شما توی این خونه مسکونی یه رستوران دایر میکنید. بله بله ما دنبال مدارک جمع‌آوری مدارک هستیم که بیاریم خدمتتون برای گرفتن جواز. خب به هر حال تا زمانی که جواز براتون صادر نشده اجازه هیچ گونه فعالیتی رو ندارید شما. متاسفانه این رستوران باید تعطیل بشه.